دوستای خوبم سلام، به کلاس درس خوش اومدید. توی جلسه قبل ما با تابع نمایی 2 به توان x آشنا شدیم، نمودارش هم رسم کردیم. حالا من قول دادم که توی این جلسه با هم دیگه با تابع وارون 2 به توان x آشنا بشیم. توی سری ویدیوهای تابع وقتی که خواستم تابع وارون رو درس بدم از یه نمایش استفاده کردم که میخوام اینجا هم دوباره ازش استفاده بکنم. اگه براتون یه ذره عجیب غریب بود لطف به من بکنید و برید اون ویدیوها رو مرور بکنید. نمایش اون از این قرار بود که فرض کنید ما تابع وارون fx تابع وارون ببخشید من اشتباهی قلمم رو انتخاب کردم تابع وارون 2 به توان x رو داریم، به صورت جعبه سیاه نشونش میدیم و میگیم کار این تابع وارون و کار این جعبه سیاه اینه که خروجی های خود تابع 2 به توان x رو میگیره و از روشون توی این جعبه سیاه یه سری عملیات انجام میده و از روی این 2 به توان x ها ورودی های تابع 2 به توان x مون رو بازسازی میکنه و به عنوان خروجیش میده. پس تابع وارون یک تابع از این قراره که خروجی های اون تابع رو به عنوان ورودی هاش میگیره و ورودی های تابع اصلی رو به عنوان خروجیش تولید میکنه. اینجا هم از همین قراره، تابع وارون 2 به توان x خروجی های 2 به توان x رو از تابع نمایی 2 به توان x میگیره، یه سری عملیات روش انجام میده و x رو به عنوان خروجی میده. حالا به عنوان بخاطر اینکه واضح‌تر براتون بشه مثالش اینه که همین عدد 2 به توان 3 برابر 8 رو که حساب کردیم، این 8 رو به عنوان ورودی ما اگه به تابع وارون بدیم یه سری عملیات روش انجام میده و 3 رو به عنوان خروجی به همون میده. حالا چون ما اسم تابع روی تابع 2 به توان x خاص گذاشتیم، اسمش رو گذاشتیم تابع نمایی، میگم جانب انصافی که روی تابع وارونش هم یه اسم خاص قرار بدیم. ریاضیدانان فکر کنم چون خواستن جانب انصاف رو نگه دارن روی این تابع وارون هم یه اسم گذاشتن. اسم تابع وارون 2 به توان x که ما در واقع بهش بعضی وقتا تابع وارون هم با نماد f توان منفی 1 نشون میدیم ولی هیچ موقع نباید f توان منفی 1 بخونیدش، تابع وارون 2 به توان x رو اسمش رو گذاشتن لوگاریتم که من اینجوری مینویسمش. توی معادلات معمولا به این صورت قرارش میدیم و فارسیش هم اینجوری نوشته میشه. حالا اسمش رو گذاشتیم لوگاریتم، ولی گفتن که خب وقتی که ما اسم اینو میذاریم لوگاریتم باید معلوم باشه معکوس تابعیه که 2 به عنوان مبنا بوده و ورودی ها به عنوان توان قرار میگرفتن. پس گفتن ما برای اینکه این مشخص بشه که 2 مبنامون بوده یه 2 کوچیکم پایین لوگاریتم میذاریم و میگیم مبنای لوگاریتم هم 2ه. بعد حالا شما میگید که وقتی که ما تابع نمایی رو مینوشتم وقتی که خروج x بوده نشون میدادم این x کجا استفاده میشه، یعنی اینجا میفهمیدم این x به عنوان توان یا نما استفاده میشه، توی لوگاریتم این ورودی هایی که تابع لوگاریتم میگیره کجا قرار میگیره توی این معادله؟ مثلا اینجا وقتی که ما لوگ بر مبنای 2 داریم و ورودی 8 میگیره این 8 کجا قرار میگیره؟ میگم این 8 میاد بالای 2 قرار میگیره و به این صورت میشه لوگ 8 بر مبنای 2، به این صورت نوشته میشه و خونده میشه لوگ 8 بر مبنای 2. حالا این لوگ 8 بر مبنای 2 گفتیم که اینجوریه که 8 رو میگیره یه سری عملیات که همون تا عملیاتی که تابع لوگاریتم انجام میده و روش انجام میده و خروجی 3 رو به همون میده. ولی واقعا معنای لوگاریتم 8 بر مبنای 2 چیه که برابر شده با 3؟ لوگاریتم 8 بر مبنای 2 معنیش اون توانیه که اگر 2 بهش برسه 8 رو تولید میکنه. پس به صورت کلی تر معنای تابع لوگاریتم چیه؟ میگه ما اگه لوگ x بر مبنای 2 داشته باشیم حاصل لوگ x بر مبنای 2 یا معنیش که من اسمش رو میذارم y، حاصل این از این قراره که 2 اگر به توان y برسه x رو تولید میکنه و معنیش این میشه که لوگ x بر مبنای 2 رو ما مینویسیم
و برابر عددیه که اگر دو به اون توان برسه x رو تولید میکنه. خب ببینم واضح بوده براتون یا نه. با تمام این توضیحات وقتی که بنویسن لوگ 16 بر مبنای 2 یعنی چه عددی و منظورش چیه؟ میگی گفتیم که لوگ 16 بر مبنای 2 برابر عددیه که اگر 2 به اون توان برسه 16 رو تولید میکنه. و چون میدونیم 2 به توان 4 برابر با 16ه، در نتیجه لوگ 16 بر مبنای 2 هم برابر با 4. پس در واقع لوگاریتم بر مبنای یک عدد میخواد حساب بکنه که اون لوگاریتم هر عددی بر مبنای ببخشید یک عدد خاص به ما نشون میده که اون عدد خاص به چه توانی برسه که عددمون رو تولید بکنه. وقتی که ما ورودی مثل x1 میدیم به تابع لوگاریتم بر مبنای 2مون، خروجیمون عددی میشه که اگر 2 به توان اون خروجی برسه x1 رو تولید میکنه. خب بچه های احساس میکنم یه ذره براتون پیچیده شد، ولی یه ذره باهاش کار بکنی بیشتر مفهوم لوگاریتم باهات براتون جا میفته. اما قبل از اینکه جلسه رو تموم بکنم، دلم میخواد تا نمودار تابع 2 به توان x رو داریم، نمودار تابع لوگاریتم رو بکشیم. چرا؟ چون گفتیم نمودار تابع وارون، نمودار تابع وارون هر تابعی برابر میشه قرینه خود نمودار نسبت به محور نسبت به خط y برابر x. پس من اگر این نمودار رو هم نسبت به خط y برابر x قرینه بکنم، نمودار تابع لوگاریتم رو کشیدم. قرینه و نمودار 2 به توان x و نسبت به محور y برابر x یه همچین شکلی میشه بچه. پس این هم میشه نمودار لوگاریتم بر مبنای 2، لوگاریتم x بر مبنای 2. درسته؟ نقاطش هم یک به عنوان مثال ما توی تابعه توی نمودار 2 به توان x نقطه 0 x برابر 0 و y 1 رو داشتیم. اینجا نقطه x برابر 1 و 0 رو داریم. میتونیم دقیق تر با اینکه تمام نقاط و جای زوج مرتباشون رو برعکس بکنیم هم بکشیم، ولی این خیلی راه سریع کشتر تابع لوگاریتم بود. خب بچه ها تو این جلسه تابع لوگاریتم رو کشیدیم و نشون دادیم که تابع لوگاریتم اصلا چیه؟ مفهومش چیه؟ توی جلسه بعد یه نمای بزرگتری از تابع لوگاریتم میگیریم و بعد شروع کنیم با خواص تابع لوگاریتم آشنا میشیم. مرسی که توی این جلسه با من بودید. فعلا خدافظ.